در حالی که 25 روز از تعطیل یا مسدودیت قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده می‌گذرد، رئیس جمهور ترامپ بر موضع‌گیری‌اش مبنی بر اعلام ممکن حالت اضطرار در مرز با مکزیکو تاکید دارد. مطلقاً صلاحیت قانونی دارم که وضعیت را اعلام کنم، اما نمی‌خوام چنین بکنم، زیرا این موضوع با سادگی حل شده می‌تواند. دموکرات‌ها باید بگویند که ما به امنیت سرحدی نیاز داریم و ما باید یک دیوار را اعمار کنیم، در غیر آن امنیت سرحد وجود نخواهد داشت. تعداد از قانونگذاران جمهوری خواه با این باورند که اعلام حالت اضطرار ممکن یگانه راه برای بازگشایی حکومت باشد. از دید من یگانه راه که برای رئیس جمهور باقی مانده استفاده از این صلاحیتش است، زیرا ما کدام اقدامی را از جانب کانگرس نمی‌بینم. اما قانونگذاران دموکرات مخالف اعلام حالت اضطرار اند. استفاده از این صلاحیت‌ها مثل فرستادن سربازان ما به سرحد یک عمل غیر مسئولانه، غیر ضروری و گمراه کننده است. باران در سرحد نه، بلکه در دفتر رئیس جمهور است. تعداد از تحلیلگران میگویند که برای اعلام حالت اضطرار رؤسای جمهور صلاحیت گسترده دارند. برای اعلام حالت اضطرار ملی رئیس جمهور صلاحیت وسیع دارد. اگر قانون مرتبط به این مورد مطالعه شود، مشکل است تا یک استثناء دریابیم که جلوی صلاحیت رئیس جمهور را بگیرد. اما این تحلیلگران میافزایند که بر اساس قانون اساسی صلاحیت رئیس جمهور با خصوص در بخش مصرف پول محدود می باشد، زیرا در قانون اساسی صلاحیت مصرف پول به کانگرس داده شده است.